زندگینامه جان ابراهام با من محمد نسیم گلمیری در چینل روزنما همراه باشید. سلام، وقتتان بخیر. با یک از دیگر ویدیوهای چینل روزنما خوش آمدین. در این ویدیو به زندگینامه جان ابراهام میپردازیم. امیدوارم تا آخر ویدیو همراه ما باشید و فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چینل روزنما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید. جان ابراهام در 17 دسامبر سال 1979 میلادی در شهر بمبئی از مادر ایرانی و پدر اهل مالیا یعنی جنوب هند و کاتولیک به دنیا آمد. او تحصیلاتش را در مدرسه اسکاتلندی بمبئی و بعد هم در پانتون جهین ادامه داد و در دانشگاه در رشته مشاور و بازاریابی تا مقطع لیسانس به تحصیل ادامه داد. بعد از اتمام درس خود خیلی زود توانست وظیفه خود به عنوان مشاور و بازاریاب برای تاسیس یک سری کارخانه های زنجیره‌ای به دست آورد. در همان سال بود که به اصرار تعداد زیادی از دوستانش که اعتقاد داشتند چهره مناسب برای مدل شدن دارد و در یک رقابت توانست به عنوان جذابترین مرد سال هند شناخته شود و برای ادامه مسابقات راهی فیلیپین شد، کشوری که در آن سال پذیرای مسابقات هانمین بود. در آنجا نیز به عنوان دومین نفر برنده شد و عنوان دومین مرد جذاب جهان را از آن خود کرد. خیلی زود پیشنهادات به سوی او سرازیر شد و به خاطر چهرهش بیشتر به عنوان مدل هندی شناخته شد. در هر جا که حضور می‌یافت به عنوان فرد ایتالیایی شناخته می‌شد و 99% افرادی که با او ارتباط بودند او را به نام ایتالیایی می‌شناختند و فقط 1% آنها احتمال می‌دادند که اهل خاورمیانه باشد و آن هم نه هندستان. بالاخره او از میان پیشنهادات حضور در یک آژانس تبلیغاتی در سنگاپور و بعد از آن هم هنکینگ را پذیرفت و برای مدت خارج از هند به کار مشغول شد. بعد از ختم زمان قراردادش به هندستان بازگشت و تا آگست سال 2001 میلادی به عنوان مدل مشغول به کار شد. در آگست سال 2001 میلادی بود که اولین پیشنهاد برای حضور در بالیوود از او به عمل آمد و راهول راول کارگردان با تجربه فیلم ها برای حضور در فیلم جدیدش گراند ماهور راد از جان ابراهام دعوت کرد. راویل از جان خواست تا برای فیلمبرداری به لندن برود. همه چیز آماده بود و فیلمبرداری به خوبی با پایان رسید، ولی این فیلم هیچگاه نشر نشد. اما جان به کارش ادامه داد و منتظر پیشنهاد بعدی از بالیوود ماند و این پیشنهاد خیلی زود از طرف شرکت پوجا باهات از او به عمل آمد. این فیلم جسم نام داشت. جان در آن نقش با بی پاشا باسو مدلی که به تازگی وارد بالیوود شده بود هم بازی شد. جسم موضوعی متفاوت و داستان تازه داشت و در مورد زندگی مرد جوانی بود که هیچ هدف و آرزویی نداشت و شور و اشتیاق برای زندگی کردن و در ادامه در وجودش نیست، تا اینکه به طور اتفاقی با زنی برخورد کرده و احساس میکند که عاشق او شده است، ولی با صحبت بیشتر متوجه میشود که او زن متأهل است. اما حالا او عاشق شده و دیگر چیزی برایش اهمیت ندارد. جسم در سال 2002 میلادی نشر شد و به عنوان پرفروشترین فیلم سال لقب گرفت و جان ابراهام به سادگی و با اولین فیلم خود به یک ستاره تبدیل شد. خیلی ها علت فروش فیلم را داستان متفاوت آن و حضور بی پاشا در آن حضور جان ابراهام می دانستند، چون جان با ظاهر جذاب خود در زمان هم که به عنوان مدل مشغول به کار بود باعث حسادت عده زیادی از پسرها و جلب توجه تعداد زیادی از دخترها بود. در جشنهایی که در آنها حضور می‌یافت به خاطر چهره و خوش‌پوش بودنش همیشه مورد توجه تمام حاضرین قرار می‌گرفت. علاوه بر این او در این فیلم نیز توانسته بود و جان چهره سال و پدیده برتر سال 2002 میلادی لقب بگیرد. بعد از این فیلم او تقریبا بیشتر قراردادهای خود را با خانواده باهات امضا کرد و در فیلم بعدی خود سایه نیز با مونکیش همکاری کرد. فیلم سایه نشر شد ولی نتوانست موافقت جسم را به دست آورد و آنچنان مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آن باز هم جان ابراهام در پروژه دیگر خانواده باهات به نام پاپ حضور یافت. جان در هر سه پروژه خود سعی کرده بود در فیلمی که با موضوع متفاوت و جدید بازی کند، ولی با وجود رعایت چنین مسئله‌ای فقط فیلم جسم او به اوج شهرت و محبوبیت رسید. فیلم سایه و پاپ هر دو فروش در حد متوسط داشتند. با پیش آمدن این اوضاع او بالاخره تصمیم خود را گرفت و برای تکرار موافقت جسم در فیلم جدید پوجا با دیگر در کنار بی پاشا حضور یافت.
جان و بپاشا بعد از فیلم جسم رابطه بسیار خوبی با یکدیگر پیدا کرده بودند و در تمام محافل در کنار یکدیگر دیده می شدند و حتی در جریان حادثه ای که برای بپاشا پیش آمده بود و او را به شفاخانه منتقل کردند. جان اولین کسی بود بر بالین او حاضر شد و بعد از آن هرگاه علت انکار را از او می پرسیدند پاسخ می داد که او دوست بپاشا است و بپاشا خانواده و فامیل در بمبئی ندارد و او خود را موظف می دید که در آن موقع به عنوان یک دوست در کنارش حضور یابد. جان و بپاشا بار دیگر در فیلم اعتبار در کنار هم حضور یافتند. تشکر از اینکه با ما در این ویدیو همراه بودین. لطف نموده نظریتتان را با ما شریک سازید تا در ویدیوی بعدی از آن استفاده کنیم. اگر تا حال چینل روزنامه را سابسکرایب نکردین، حالا چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.